مربوط به بحث کمی یا همون کوانتیتیتیو هستش. ولی بحث شفاهیمون که مربوط به قسمت هایی میشه به اسم منطق، درک مطلب و البته تحصیل جملات که یه بحث حفظی و اون به انتهای کلاس ما مرتبط میشه، ما فعلا باش کاری نداریم. تحصیل جملات ها این دو قسمت که 15 تا 40 تا سوال مونه، بحث مربوط به کمی که مقدمات ریاضی هم داره و مربوط به حل مسئله میشه و کفایت که بعدا رو صحبت میکنه و شروع میکنه درس دادن و خوراکش رو زودتر بهتون در مورد اطلاعات میدیم، در حقیقت رو ادامه به اونم میرسیم. ولی ما چند هفته اول شاید بتونم بگم که شاید مثلا 6 تا 7 8 تا جلسه اول اون مربوط به مقدماتیه که شما مجبورین برای حل سوالات منطق و درک مطلبتون داشته باشین، بدون اینکه در حقیقت نگران این باشین که تو کنکور میخواد اتفاق خاصی بیفته. خب در اصل ما میدونیم که 20 تا از سوالا این ورن و 20 تا از سوالا این ور، یعنی مواد کمی و شفاهی میشن و تو آیتم کلی 5 تا سوال تست جملات، 5 تا درک مطلب، 10 تا منطق، 10 تا کفایت و 10 تا حل مسئله است. رویکردمون این هستش که این مطالب گفته شه. خدمت شما عرض کنم که قراره که هفته دو جلسه باشه، مطمئنا الان چون من ساعت‌های بعد از ظهرم خیلی پر هستش، دارم دو یه خایت زمان خالی پیدا کنم که بتونم تایم دیگه هم تو هفته پیدا کنم وقت بعد از ظهر گذاشتن، چون تایم روز رو که احتمالاً قبل از ساعت 5 برای بچه‌ها شاید سخت باشه. حالا بعد اینو بعدا تو جلسه بعد با هم صحبت کنیم که دو هفته بگذره، بعد جلسه دوم هم به ساعتامون اضافه شه یا کلاس فوق العاده ای که مربوط به بحث کمی مون باشه به این بحث چیا کنیم اضافه کنیم. ولی اجالتاً جزوه که از این هفته ما روش کار میکنیم و با هم جلو میریم مربوط به در حقیقت بحث منطق و درک مطلب اون خواهد داشته باشه. بعد تنها خواهشی که دارم این هستش که چون به هر حال ما یک سری مطالبی که میگیم ممکن شما کتاب دیگه استفاده میکنیم، ترجیحاً سعی کنید که همه مطالب رو فقط و فقط مثلا تو منطق و درک مطلب تو این کلاس باشین، از این کلاس استفاده کنین و حالا صبور باشین تا به ترتیب تستای مرتبط هم بهتون داده بشه. ما بعد از اینکه بحث منطق و درک مطلب رو تموم کردیم و نکات مربوط به تست جملات در ادامه گفتیم، شروع می‌کنیم آزمون گرفتن و شروع می‌کنیم شما سوال جدید دیدن، به گونه ای که شاید فکر کنم که ما تا انتهای کلاس حداقل یه 300 تا سوال یا 400 تا سوالی از این بحثه سمت چپتون شفاهی حل کردیم و شما به همون دسته از آگاهی رسیدین که بتونید سوالا رو در هر وضعیتی جواب بدیم. الان تست نیاز نیست تا وقتی که ما مطالب رو به شما به طور کامل درس بدیم و اینکه شما شروع کنید رو هر مطلبی تست بزنید، چون در کار شما سوالات رو با هم میبینید دیگه در حقیقت، ولی بعد تو هر مبحثی شما یه کار ثابتی انجام بدیم بتونید مطالب رو بگیریم بعد شروع کنیم تست زدن. بله ما تست توی تستایی که تر کلاس حل میکنیم که از جلسه بعد استارت تست زدن میشه، ما نکته رو میگیم تست رو حل میکنیم و تمرین به شما میدیم از جلسه بعد، چون امروز یه کمی درس نامه داریم، تمرینای دکترا رو میدیم که شما تو خونه حل کنید و تو کلاس تو تستای ارشد با هم بحث میکنیم. یعنی شما عملا تستینگ خودتون رو تو تستای دکترا انجام میدین و لابلاش ما تستای ارشد هم چیکار میکنیم روش درس نامه ارائه میدیم. به فرض مثال اگه موضوع داریم تو ارشد حل میکنیم، عینش هم تو دکترا اومده، فقط صورت سوال عوض شده. بله جزوه خودمون رو میخونید تا زمانی که حالت آخر مه انشاءالله کتاب درس و تست ادیت شده دکتر صداقت هم بیاد و اگه خواستی میتونید از اون کتاب هم استفاده کنید، ولی جزوه کلاسی برای ادامه کار ما کافیه، به اضافه اینکه شما تستای مرتبط رو هم سر کلاس قطعا خواهید دید. خب اگه موافق باشین ما بریم سراغ درس. اوکیه؟